سلام، امروزم با یه برنامه دیگه به نام Q&A یعنی پرسش و پاسخ با ما همراه باشین. مجدداً قبل ادامه همراهیتون بهتون بگم که یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله قشنگ رو بزنین، پستای ما رو لایک کنین تا همه بتونن ببینن. قسمت دوم Q&A هستش. سلام، منم سلام میگم، خوش اومدین به کانال شنیگامی سنتر. و اینکه امروز هم یه سری سوالی که شما پرسیده بودین رو تو اینستاگرام و حالا توی کامنت های یوتیوب اینا رو ما عمل جدا کردیم، خوب باشد داریم بهش پاسخ میدیم. بریم ببینیم که سوالا چیه. اصلا اون تشو بریز دور. پژو 400، پژو تی پارس پارس هم بود تو بازی، پژو پارس تی او 5 احسن، پارس تیپ 5 لنسر دهه 90 خیلی با اخ ببخش خواهیز خیلی بازیه داشتم آخه حرف می زدم، این موشم واسه خودش یه شده که درد گرفتن یدنم هوک راست داد. خیلی ماشین بازیه توی ماشینا، ولی خب هم وضعیت لنسر اینجوری که لوازمش بهتره، ولی خب فقط کاربراتوری داره حالت فابریک. بعد پارس و دیویسیش و اینا هم که خب خیلی لوازمهای داخلیش هست و میشه روشون کار کرد. روی بین پارس و دیویسیش قطعا دیویسیش رو بهتون پیشنهاد میکنم، ولی بین سیویک و لنسر کاملا دیگه سلیقه شماست، میتسوبیشی باز باشی یا هوندا باز باشی. و اینکه در جریان باش که یه دیوار خیلی بزرگی بین این ماشین داخلی و این ماشین قدیمی ژاپنی وجود داره، نمیشه به این راحتی با هم دیگه قاطیشون کردین. یعنی باید پیه یه سری لوازم نداشتن رو تنش شدن بمال لپا کلامش این که اگر دنبال اینه که تو هر سوپرمارکتی لوازمش باشه احسن نیست، آزم منطقیه که فرید دهه 90 بخیر. من بگم بگو ایشالله که منظورتون روی تو این کلاژای مثل آلفا رومو و پاسات و حالا یه سری ماشین های چینی جدیده که خیلی اسمشو زیاد شنیدین، اما خشک و بهتر نمیشه تبدیل کرد، حداقلش یه کار کارگاهی و تعمیراتی نیست چون دیزاین گیربکس متفاوته. اما فرقش اینه که ترتون شما اصطلاحاً صفحه ها با هیدرومکانیک در واقع اون سیال درگیره، هم تو بحث کولینگش یعنی خنک‌کاریش، هم تو بحث استکاکش. اما خب اون تیپایی که خشک مثل پاسات و جولیتا و غیره صفحاتون کاملا خشک خشک با هم در ارتباطه، یعنی بحث کولینگش لولش پایین تره. یکی از دلایلی که خیلی قدیم از ماموت خودرو پاسات میخریدن میرفتن سرباله مدرس و ایرور روشن میکرد ماشین که آی صف هم داغ شده همین بود. بخشیش هم مربوط به فرهنگ استفاده است. شاید بهتره بگیم تو شرایط استفاده ایران که سرباله سرپایینی زیاد داریم و ترافیک زیادی هست صفحه تر منطقی باشه. چقدر ترک رو تعمل میکنن هم که مشخص نیست دیگه، بستگی به هر ماشینی داره و هر گیربکسی که مربوط به اون برنده یا هر چی که هست. اینجوری نیست که مثلا یه عدد مشخص داشته بگیم این تا اینجا رو تحمل میکنه، نه فرق داره. دیزاین گیربکس فرق داره. بفهم وان اف ست احسن سراغ میلسو پایین ندین دیگه، حالا یا تیریوزت یا وان اف ست، ولی وان اف ست تیریوزت هم خیلی خوبه. وان اف ست موتور قدیمی تریه، مال قدیمان ما بود آقا، موتور خیلی پر استحکامیه و خیلی هم بقولی لوازمش هست. قدیم هم توی کیوانه فکر کنم صحبت شو کردیم، دقیقا هم لول توجه یه توی یه سری مسائل هم بهتر احسن. و اون وزنه مدرن بودنش اذیت کننده نیست، یعنی موتور قدیمیه درد سری براتون نداره خیلی بینشه. اول اینکه شما خیلی لطف داری، اصلا هم اینطور نیست که اینقدر کلمات محبت آمیز استفاده کردین، قطعا تا لب قبرم همگی باید کسب علم و دانش بکنیم و بریم بالا. این از این داستان. مورد دوم اینکه تو ایران شرایطی نیست که شما با رشته دانشگاهی تموم بشه همه چی و بیاین جذب بازار کار شید. شما
ما ایرانی هستیم. نکته اول این که کلن در هر رشته فنی بهتون تجربه شخصیه، حالا خیلی ها مخالفن یه سری هم موافقن، به هیچ عنوان در رشته‌های فنی مثل مکانیک و برق و متالورژی و غیره دنبال تحصیلات عالیه در ایران نباشین، نه فوق لیسانس نه دکترا. متاسفانه کلی دکتر و فوق لیسانس کار نابلد و نادان داریم، بلا نسبت اونایی که خوبن. یه بیسی اگر داشته باشین، یعنی رفتین خوندین، اوکیه، ولی تابع خودتونه. من رشتم مکانیک حرارت سیالات بود، خب دانشگاه یه بیس رو دیدی داد، اما اینکه چقدر شما مطالعه میکنین، چقدر دوره‌های مازاد میدین، چقدر تجربه کسب میکنین، تمام اینا میاد این داستانا رو بهتون میده. اینکه فکر کنین دکترای مکانیک در ایران بگیریم و پروفسور موتورشین، همچین چیزی اشتباهه. هر کسی هم بهتون گفته از بیخ و ریشه اشتباهه. تنها چیزی که مهمه نه مدرک شماست نه اسم و رسم شماست، تنها چیزی که مهمه شخص خود شمایی که چقدر تلاش کنی، چقدر مطالعه کنی. اصلی ترین چیزی که بهتون توصیه میکنم زبان فنیتون رو قوی بکنین، مقالات معتبر بخونین، پایه و اساس و ریشه کارتون، حالا چه در رشته دانشگاهی مثل مکانیک سیالات، مهندسی خودرو، یا چه در فنی حرفه‌ای انجام بدین، پای ریزی کنین، بقیهش دیگه میشه تابع خودتون. یعنی واقعا مدرک و رشته دانشگاهی مهم نیست، اما اگر میخواین بدونین که چه رشته هایی ختم به خودرو یا موتور میشه، مکانیک سیالات، مکانیک جامدست و مهندسی خودرو مستقیم ترین رشته هایی هستند که شما میتونین بیس کار رو داشته باشین، اما تخصصش با شخص شماست. الهامت دیگه مشکل ندارد. راستوره عملی تو ایران هست برای رفت. آره بفروشین یه ماشینی که بهتر میپیشه بخریم. جواب داد دیگه. خودش یکی از الهامت بازه قیوره. اصلا. نه واقعا خوب نمیپیشه. راهکارش خوب کویلوور و فندر و زیربندی، ولی واقعا ماشین بپیشی نیست. کمپانی میدونه. چرا؟ اصلا نیست. اصلا. چرا نمیشه بپیشه؟ مگه نه؟ بله اصلا. رنو باید بیرین از رنو بپرسیم. رنو؟ بریم سوال بریم. رنو رو خراب نکنیم. آه رنو معدب باش من. اینا سال بعدی. سال بعدی. موتور تیو 5 رو میشه توربو کرد. چه تغییراتی باید بکنه؟ تا یه بوست پایینی با خود اینترنال فابریک جواب میده. ولی اگه بخواییم بهینش کنید، پیستون کاستم هستش. میتونید تهیه کنید، حدود هزینه‌اش هم خیلی متغیره. آره واقعا متغیره. دقیق نمیشه. هزینه رو لطفاً مسیج بدین یا حضوری تشریف بیارید، مسابقه تیونینگ در خدمت. مثلا کلا برای هزینه یه سری سوالا هم کلا از ما میشه که یه فلان ماشین رو دارم، نظر شما چیه که مثلا 1000 اسب بگیرم ازش؟ نظر ما زیاد مهم نیست، اینکه شما تشریف بیارید، بودجهتون مشخص بشه، اونجا میتونیم در مورد اون پروژه صحبت کنیم. چون اینا یه بحثی نیست که مثلا شاید هم بعضی از همکارا بعد جا انداختن که مثلا با یه مسیج جواب میدن که انقدر تومان هزینه شد. نه، هیچ هزینه مشخصی وجود نداره توی پروژه. شما وقتی وارد یه کاری میشی، هزینه خیلی حدودی مشخص میشه. وارد پروژه، یه پروژه برمی‌دارید که میخواد انجام بدید، یه هزینه حدودی مشخصه که اون هزینه رو ما پیشنهاد میدیم همیشه ضرب در 50% اضافه کنید بهش. معمولا اون چی میگن، حاشیه سیفشو بذارید که براش که مشکل مالی نخورید وسطش. میشه رو سیستم وی وی تی کاملا مثل یه سیستم معمولی میشه این سوا با لیفت دیوریشن بالاتر نصب کرد تا به اون قطع سازتونه که دیولوب کرده باشه بعد سیان شدنش میشه. بستگی موتورش داره، بستگی به حجم موتور داره، بستگی به دینامه داره، ترکتون داره، سایز چند تصمه باشه هست. ولی متوسط مثلا روی ماشین مثلا 100 اسپی هیدرولیک، مثلا 100-105 اسپی هیدرولیک، مثلا 5-6 اسپی تصمیم دینام کمتر. هوندا بازی تو ببینید، هدرز 4221 یا هدرز تریپل وای بهش میگن، برند اسکانکتور رو میتونید شما برید ببینید. برای هوندا موتور 4 سیلند زده 4221 و برای خیلی ماشین دیگه هم هست، ولی حالا 4221 معروفش برای من، چیزی که من یادمه، اسکانکتور برای
آلفا سریز اسکانکتو برای بی سریز هم داره دیگه. نمیدونم حالا امیرز تو چیزی یادته یا نه. نه من هم همین یادم. خیلی خوب میاد بالا. 10 تا 15 درصد حتی دقل آب میاد بالا. میاد بالا. نه امیرز بتمنه. یه دنه مشکی داشتیم بتمنی بود دیگه. بت یه بتموبیل مشکی داشت. نه یه سفید بود که فروختیم دیگه. الان نقاب بتمن رو صورت امیرز بذارید میبینید. من شبا خط بتمن کار میکنم، صبحام که در خدمت شما. در خط بتمن کار. شبا در خط بتمن کار میکنم، صبحام حتما کار میکنم. شبا اصلا جوابشو ندیم بنده خدا رو. نه النماد سفید داشتم، مدل 89 E2 LP پارس خودرویی و دیگه متاسفانه پیشمون نیست. فروختن. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خدا همه رفتگان بیامرزه. نام سلام. زیر 20000 درهم. چهار سیلند کی قطعاً؟ چهار سیلندر زیر 20000 درهم. آره دیگه. نظر من که کی سریز هوندا 6 سیلندر تو قیمت ها آخه نیست. تو جی زد فکر کنم بشه گرفت. تو جی میشه 8 سیلندر هم وی میشه دیگه. آره دیگه. خطی که نداریم. 8 سیلندر خوبم. 8 سیلندر خوب چست. خیلی آخه سلیقه نمیشه. 8 سیلندر خوب. بعد برین سراغ BMW فکر میکنم. آمریکایی بازه با چوب اون پشت وای سدن. او راست میگه نیسان تویوتا هم V8 دارم. نیسان تویوتا هم اصلا 8 سیلندر رو زیاد همچنان ما... ولی آمریکایی بازه با چوب وای سدن. آه شیشه 6 سیلندر خیلی زیر 20000 درهم نمیشه تو. والا من اصلا تو قیمتا نیستم. آمریکایی باید بگیرید حالا خلاصه زیر 20000 درهم یا BMW بگیرید یا نیسان هم میشه گرفت. نمیدونم اما من حسن نظر خاصی ندارم تو اون قیمت ها. آخه من قیمتی ندارم که نظر بدم. قیمت بالاتر مثلا میتونی بیرون سراغ موتور V8 مثلا V8 MTD E92 بخرید. LS هم میتونید بگیرید. نمیدونم 20000 درهم هست. LS خیلی ارزونه. LS1 حد دقیقا LS میتونید بگیرید و LS هم میتونید تیونش کنید با بقیه پولتون. این کار منطقیه. حالا L7, L3 اینا موتوره منطقیه. LS هم میشه گرفت. ولی 4 سیلندر کی 6 سیلندر 6 خطی تو جی فکر کنم اگر پیدا تو جی و BMW نظر من. BMW هم اصلا 8 سیلندر هم LS منطقیه. و کایوتی فورد هم فکر کنم. فورد که گیرتون اومد قطعا تو آمریکایی سر کنم فورد گیر میاد نمیدونم ولی پارامتر قیمت چون هست دقیق اگه مثلا بگن که 4 سیلندر 6 سیلندر 8 سیلندر محبوبتون انتخاب کنید. آره مثلا سوال شخصی اینجوری دوست دارید بپرسید محبوب تا دلتون بخواد اینجا لیست میکنید. آره اگه حال کردید که این سوالا رو بدونید ما چی دوست داریم و اینا بازم کامنت کنید سوالاتونو ما تو قسمت سوم جوابش میدیم. احسنت. چی؟ بیمز بلکتاپ توربو ورسس تی اس جی تی ای. بیمز بلکتاپ اصلا توربو نداره. نه منظورشون فکر کنم اینه که یه دنه خریدیم توربوش کردیم شاید. آها اونو آها چقدر عجیب. خب قطعا بیمز بلکتاپ مثلا تراکمتون مثلا 11.5 و سوپاپتون تیتانیومه و 0.5 میلم سوپاپتون از ردتاپ بزرگتره. اگه منظورتون اینه توربوش کردین، نکته اول قبل از اینکه بهتون جواب بدیم اینه که حتما بنزین خوب بریزین چون پیستون میپره بیرون از تو موتور. آره. ولی اگه پیستونتون رو تورو کردی خب تقریبا یه صفت موتور هم دیگه. ولی سس جی تی از همون اول به آره. سراغش خیلی منطقی داره ارزون کنه. برای فابریک خیلی راحت تر. فابریک خیلی راحت تر باشه. کالدینایی هم میتونم دیگه. آره. کالدینایی؟ آه دفعه به؟ نه آخرین نسل تیریس جی تی. احسن. علیرضاست. بگو تو بگو تایپیت غیر هیدرولیک منظورتون سالیده دیگه. فیلرگیری شیمگیری خیلی راحت به خدا شما شیمگیری میکنین یه زخامتی داره قبل بعد عددو به دست میادین فیلری که گرفتین و حالا میخواین برسین به یه عددی دقیقا توی دمای مشخصی. حالا یه سه معمولا ماشینایی که دنگ و فنگ زیاده رو همه رو دمای کل اعلام میکنن ولی یه سری ماشین هم که دنگ و فنگش کمه شما سریع میتونین باز کنین عدد وارم هم تو کاتالوگ پیش اومده اعلام کرده ولی شما باز میکنین میبینی خلاصی چقدر باید به چه خلاصی برسی خیلی خوشگل
طبق یه فرمول خیلی راحت محاسبه میکنی، از قبل و بعد تو عد میکنی اون دلتاشو و ضخامت شیم جدیدت به دست میاد. شیم ها رو سفارش میدی بازار، بازار میفرسته و شما شیم ها رو نصب میکنی. اصلا ولی به این راحتی ها نیست که گفت. آره بازار زنی میده نصبش نیست. اونم هست. اینم هست. چون ماشین خاصی فقط سالی دارن. آزورا نمونه. آزورا منظور شد. آزورات. آره اون هست لوازمش. شما هم اندازه رو بزن و بیا با یه سی وی که لوازمی چی میشه بدون لوازم بدیم با هم یه صحبتی بکنیم. تازه افزایش قیمت ندادیم، ببینید چقدر میره بالا. ولی ما در خدمت شما هستیم، چیزیه که با توجه به زمانی که میذاریم حس میکنیم که منطقیه. و اینکه این پروسه‌ای که انجام میشه درسته که الان مثلا شما در باتری سازی میرید زده ریمپ بالاش، ولی کاری که ما انجام میدیم با کاری که یه باتری سازی انجام میده و کاری که یه همکار دیگه انجام میده قطعا متفاوته. این کارا هر کاری هم برای بستگی به تایمی که در اون تیم میذاره هزینه‌اش متفاوته دیگه. اگر فکر میکنید که این ریمپ کردن یک چیز مشخصه و ثابته، خب برید ارزان‌ترینش رو انتخاب کنید. این میشه منطقی. مثلا مثل تعویض لامپ چراغ جلو که بازم اونو خیلی خرابکاری میکنن. ولی اگر فکر میکنید که ریمپ کردن یه چیز تخصصیه، پس دیگه اصلا این سوالتون رو فکر میکنم جواب مشخصی نداره، چون که هر کسی واسه خودش یه جور علمی داره و یه سیستم کاری داره. بازم بهتون توصیه میکنم، باز اگر نمیدونین دقیقا ریمپ کردن چیه، کلی از فیلم ها پستای ما رو ببینیم و پستایی که در مورد ریمپ کردن گذاشتیم و تو پیج باز دنبال کنین، شاید راهنمایی بشه براتون. پک کامل توربه دنا روی 405، خود 405 XC7 ناقصه. پک کامل موتور عوض کنی منطقه. نه نمیشه نصب کرد و اینکه چند در میادم گفتیم هزینه ها رو ما نمیتونیم اینجوری بگیم. باید تشریف بیارید اینجا مشخص چه پروژه توربوتون که چه کاستم توربوی میخواید نصب کنید. ولی کلا XU7 موتور نیست که شما بخواید روش زیاد حساب باز کنید، با اینکه خیلی ها تعصبش میکشن. آره همینطور که گفتم و با اینکه خیلی هم توربو کردن و اشکالی ما به کار این عزیزان نه. نمیگیریم، اما خب فرق بین خوب و بد میتونه در انتخاب موتور مشخص بشه. آها اون صدایی که میاد توی سر پیش هم نمیاد، توی گاز میدن هم میاد. گازو میدن، حالا گاز ول میکنم چون صدای موتور میفته. صدای گیر بوکس، صدای گیر بوکس، چون دنده هاش مثل این دنده این پروژه لنسری که داریم 1000 SPA، اون دنده هاش داگیر، یعنی دنده ها صافه. استکات و زاویه صفر. یه هایلایت پیج اینستاگراممون توی پروژه پیکاچو میتونید برید نگاه کنید که امیرزا داره گیر بوکس رو جمع میکنه، شیمگیریاشو داره انجام میده، اینو برید ببینید که داگیر چه شکلیه. دقیقا صداش همینجوری، صدای خیلی زیاده میده ولی خب استحکامش خیلی بالاست. آره دیگه دقیقا توضیحات باز تو همون هایلایت. آره کامل دادیم برید بیا. آمریکایی جدیدن کلاسیک. آها سلیقه سواله. بیوک اسکایلارک منطقه تا. بیوک ایران، یعنی بیوک ایران سویلت نوا فکر کنم، نمیدونم آمریکایی. بیوک ایران باز منطقه تره، وی ایت توش میره. شما آره. میکنید مثلا یه موتور خوب وی ایت بکنید توشو. دقیقا. ولی مثلا با بلیزر رو میتونیم جمع کنید. چرا هیچ کسی استندلون نصب نمیکنه، انجکتور نمیکنه بیوک ایران رو؟ آخه اونقدر هم کلاسیک نیست که، درست قدیمیه ولی کلاسیک اونقدر محسوب نمیشه که نتونید روش این کار رو بکنید. مثلا نرفتید مثلا یه ریویرا رو این کار رو باش بکنید که مثلا دارید روی بیوکیران کار میکنید. درسته یا نه؟ بله میدیم. این کار پیشنهاد که میدیم، انجام هم داریم میدیم و اینکه خیلی هم استیجه خوبی هم داریم، هم اتمسفریک توانه خیلی خوبی گرفتیم. از سالوش 4-5 سال پیش داریم روش کار میکنیم، 3-4 سال پیش داریم روش کار میکنیم و چند تا نمونه کار هم داشتیم و اوکی هم از کاملا میشه روش کار کرد، ولی به شرطی که یه باگی که داخل دارن رونیز و پیکاپ و اینا اینه که تو پروسه موتور جمع کردن یه سری چیزا رو دقت نمی‌کنن، چون خیلی کم لطفی می‌کنن راننده‌ی این ماشینا. به این ماشینا روغن دیر عوض می‌کنن، روغن خیلی بی‌کیفیت می‌ریزن. هر رونیزی که ما باز می‌کنیم توی همه لایه روغنش کیپ به کیپ و پر جرم و
متاسفانه بچه هایی که آفرود میرن برخلاف استفاده زیادی که هم ماشین میکنن، غالبا چیزی که داریم میبینیم به همون میزان رسیدگی نمیکنه، به فنیش رسیدگی نمیکنه. مثلا ظاهری چرا 200 میلیون خرج بدن، به فنی اونقدر رسیدگی نمیکنه متاسفانه. این موضوع، ولی اگه یه اصولی درست استفاده بکنید قشنگ میشه یه پروژه خیلی معقول داشته باشید و سوارشید و کاملا هم مخصوص شهر و بیابان. بله بله. یا خدا چه سوال بازی، چه هزینه ای که خب سوال بازه. فرق درگ و استریت خیلی از پارامترها داریم توش. مثلا شما وقتی تست درگ انجام میشه از یه دور موتوری بالاتر رو دارین، میل سوپاپی که انتخاب میکنین نیاز نیست که زیر اون دور موتور رو ساپورت بکنه، آیدل باقراری نیاز ندارین و خیلی از پارامتر شهری بودنتون از بین میره. تمام لوازم سایزا، چه تو بحث سیالات، دقیقا سبک سازیه، چه تو بحث سیالات، چه تو بحث جامدات موتور، هر چیزی که انتخاب میکنین تمرکزتون اون ناحیه‌ایه که در واقع تو مسابقه درک تو اون ناحیه دارین به ماشین گاز بدین. ولی شهری نه، شما هزار جور پارامتر، حتی ممکنه یه 206 140 100 چرخی داشته باشین که مجبور بشین بریم باش ماین فنی هم بگیریم. پس زمین تا آسمون فرق میکنه. پروژه شهری قطعا یه سری مسائل و دردسراش براتون در انتخاب لوازم بیشتره. آره دیگه، مثلا شاید شما زیاد دیدین که ماشینای درگ استر میارن تو شهر میندازن، ولی خب کاری با اونو ندیدین. در مورد استفاده درست از این دوتا ماشین، که یه ماشین کولر داره، هیدرولیک داره، صندلی داره، همه چی داره، لاستیک هوزیه داره، مثلا یا فول استیک زیرش نیست تو خیابون راه میره، اصلا سوختی که دارن باش میرن مسابقه. ستاپ این دوتا خیلی فرق داره با هم. اگه منظورتون یه ماشین عادیو اگه بخوایم به درگ استرش کنیم برای مسابقه درگ آماده سازی کنیم چیکار کنیم، اونو یه ویدیو دیگه آماده کردیم که یا اومده بیرون تا الان یا میاد بیرون. اگر اومده که لینکشو میذارم اینجا، اگر نیومده که لینکشو فردا دوباره میذاریم تو استوری. حسن حسن در مورد مزدی 323، مزدا ماشین معقولیه دقیقا. ولی خب میتونید با یه هزینه کم، نسبتاً کم نسبت به پروژه توربو، بازدهی معقولی بگیرید ازش. اگر هم جنبه مقایسه بخوایم به کار بدیم، واقعا همونقدر که 206 عرفه، مزدا خیلی عرفتره در این زمینه. بله. اگر بخوایم توربوش بکنیم، بله، اصلا ماشین تره کلا. اگر با 206 داریم مقایسهش میگید ربطی به هم نداره واقعا. موتوکست رو بذار تحمل داشته باشید، میاد میسازیم میاد کار زیاد میشه داره میاد، ولی دونه دونه موتورها رو تصحیح میکنیم، بررسی کنیم. حالا مثلا ممکنه یه دو قسمت این برام قرار بشه. ولی در مورد اینکه چه کارهایی میشه کرد، ببینین هر کاری که ساده ترین مثالی که براتون بزنم، منظورشون رو دارم میگم. خب کاری که تو ایران، هر کاری که واقعا رو تیو 5 میشه کرد، رو این بیچاره هم میشه کرد. ولی چون میگم هرچی کارمند و معلم و جغرافیا و من امیررضا است میرن L90 میخرن، خب ممکنه که حتی من دوست دارم تیم کنم، ولی ممکنه که نکنن این کار رو. وگرنه هر کاری که میل سوپاپ، سبک سازی هاست، پورتفولیش بهینه سازی هاست و کلی داستان دیگه، فنر سوپاپ و هزار جور مسئله دیگه رو شما رو L90 هم میتونی داشته باشی. نصب ایسی و استندالان هم مثل H&N و مجددا باز رو L90 میتونی داشته باشی. هر کاری که رو 206 میبینین رو L90 هم میشه انجام داد. انشالله حالا فیلم های بیشتر شما موتوکست دنبال کنی. خب ارباب اینا رو اون ویکی‌پدیا رو باز کنین، اونجا مشخصه ریز چک کنین، ما همه رو حفظ نیستیم. ولی خب سری اس بی ام و همیشه پرفورمنسی دیگه، خب یه سری مشکلات داره، یه سری ویژگی ها داره و کلی داستان دیگه. ترجیح میدیم که این مسائل تو موتوکست اگه واقعا علاقمندین رو موضوعات خاصی صحبت شه، مثلا بگین، پیشنهاد بدین فلان برنامه موتوکست رو در مورد موتورهای سری اس بی ام و که مال امپاور هستش مثلا صحبت کنیم. ما یه موتوکست برای موتورهای امپاور میسازیم، بگین مثلا در مورد موتور تیو 5 صحبت کنیم، یه موتوکست تیو 5 در مورد موتور احسن دو هیچ تا الان اینا رو میتونیم پیشنهاد بدیم. ما تو موتوکست جامعه میتونیم بشینیم در موردشون صحبت کنیم. آره اگر ایده ای دارید، پیشنهادی دارید، کامنت کنید برامون، ما استفاده میکنیم، استقبال میکنیم. دمتون گرم.
روی اتاق سیویک ببین بی اچ و کی میشه ستاش میره داخل اتاق و نسبتا اوکی هن، ولی اینکه بی رو انتخاب کنید یا اچ رو، حتما بی رو انتخاب کنید، هزینش کمتر میشه برات. ولی اچ خود موتور ارزون تریه، اچ هزینه خود موتور ممکنه نسبت به حجم موتوری که داره میگه کمتر در بیاد، ولی خب هزینه نصبش بیشتر میشه. یه سری مودیفیکیشن ها دارین که مثلا شما ممکنه کولر نتونین داشته باشین دیگه، چی؟ هیدرولیک نمیتونین داشته باشین، هیدرولیک سری بین سازی ها ما اونا رو ماشین خودمون بستیم، ولی خب خیلی مودیفای کردیم ماشین ها. این از این داستان. ولی شما برید سراغ موتور بی. در مورد دوام هم همشون در مورد تو یه حدن، ولی در مورد توان اگه میخواین صحبت کنیم و بهینه بودن موتور و اینکه این چه موتوری واقعا بهترین موتور با اختلاف خیلی زیاد، دیگه هیچی به غیر از کی نمیمونه. شما حتما باید برید سراغ کی. دردسر اچ رو نداره، هم وزن یه دونه بی سریزه از نظر وزنی، گیرباکس بهتر، موتور بهتر، یه سری خورده ریزا داره که میتونید با مثلا مشکلای عجیبی نیست ولی داره یه سری ریزه کاری که اونا میتونید افتر مارکتش رو ببندید نصب کنید که اون مشکل هم کلا مرتفع. غالبا این مشکلی که مقداد میگه تو هیچ استیج شهری شمایی به وجود نمیاد، اصلا کلا مال استیج خیلی بالا، اون مشکل اچ هم ممکنه داشته باشه مثلا، ولی شما اگر میخواهید بسته کاملا به بودجهتون داره، چون کی کلا یه لول از نظر بودجه ای یه لول کامل میره بالاتر. 99% به بالا استفاده کنین، چون همون که 99 بیاد و 90 از ایدال میرسه به فاجعه. و نکته دوم این که ما ریفرنسمون رو میذاریم SAE و توصیه کمپانیا، بین 7-12% دو ماشین مختلف میتونین اتانول بریزین. بله بله. اصلی ترین تفاوت اینا طراحی موتور، بالانس و زاویه ژورنال های میلنگ، یعنی ترتیب احتراقی که داره و زاویه ژورنال میلنگی که میگیره موتور موجب میشه که شما این آنالیز ها رو بکنی، حالا فلت پلین باشه، کراس پلین باشه، آت فایر باشه، ایون فایر باشه و کلی مسئله دیگه. خیلی موقعا میبینیم که طراح موتورش مثلا 90 درجه است، موتورش مثلا 60 درجه است، 60 رو میکنه 65 یا 65 رو میکنه 60 یا 62 رو میکنه 60. اینا در واقع یه سری مسائلش هم خارج از بحث موتوریه، یعنی خیلی موقع طراحا به خاطر بحث جانمایی روی اتاق و انتقال مرکز جرم و کلی مسئله دیگه که خودرو رو شکل میده و نه صرفا موتور رو، میان زاویه در واقع بنکای موتور رو عوض میکنن. ولی اولیش میشه همون آنالیزی که رو بالانس، ترتیب احتراق و زوایای ژورنال میلنگ داریم. بحثش خیلی تخصصی میشه، بخوایم بریم داخلش خیلی علاقمندیم که بریم داخلش. در کلاسای آموزشی در آینده قطعا به این موضوعات هم اشاره سنگینی خواهیم کرد. حتما. اشاره سنگین. سنگین. نیم میل سوپاپ هوا بزرگتر، تراکم 0.4 واحد بیشتر و سوپاپا آلیاژش تیتانیوم شده. فرق اساسیش اینه. حالا دیگه جزئیاتو کاری نده. روی بلکتاپ اینه ده. روی بلکتاپ. روی بلکتاپ. نوع استرس بار یا همون استرات بار. بگین استرات بار دیگه. جنسش که معمولا آلومینیومه. ولی اینکه نوعش اینه، این آنالیز داره دیگه، یعنی بهترین حالتش مثلا واسه هر ماشین خب یه شکل کلی داره، میتونه لوله باشه، میتونه شمس باشه، حال بستگی داره، گیر نکنه به منیفولد، به قاب صوابتون گیر نکنه، این همه اینه جانمایی میشه روی اون اتاق. و اینکه ارتفاع ماشین روی جای اون تاثیر داره، اونو متوجه درست نشدم. ارتفاع ماشین تاثیر نداره روی اون، ولی شما اون کلا ببندین بهتره. چرا بهتره؟ چون اون قسمت بالای پالونیاتون رو با هم دیگه یه تیکه میکنه، یعنی چی؟ هرچی نیرو میاد اینجا، اینجا به اینم وارد میشه، این میکشه، این با خودش میکشه، این باعث میشه که اتاق یه ذره یه تیکه به نظر بیاد. استراکچر جلوی شاسیتون در واقع مکعب کامل بکنه. احسنت میشه. ولی اینکه حالا سوالتون رو باز ممکنه درست، یعنی پاسخ ما یکسان نباشه با سوال شما، بهتره که این سوال رو خاص ماشین خودتون بپرسید. گزینه دو رو من انتخاب میکنم، مقدارم فکر کنم نظر سن. گزینه سه رو انتخاب میکنم. آه اصلا الناوت میندازم دور. منم گزینه دو رو قطعا 16 سوپاپ کردن XU
یه موضوعی منطقا بگیم. خب الان این صحبت رو میکنیم، خیلی از ایکسی بازا ممکنه بگن آی فلان شما دیگه گندشو در آوردین ای اف چه خبرتونه؟ نه به خدا، ما نه عاشق چشم آبروی انجین فامیلی 7 ایران خودرو هستیم نه داستان دیگه. آره از ایکسی متنه زمین که خب بله قطعا شما قطعا شما مثلا جی تی آی 6 یا ام آی اوکی موتور خوب پرفورمنسی، ولی خب ایکسی واقعا منطقی نیست، موتور قدیمیه. نه خلید اصلا روش هم تأثیر نداشته باشید، اگر دوست داشتید ثابت شه بهتون میتونیم با هم دیگه با یه هوندای 16 سواب تست کنیم. نه تست میتونیم بسید تست استحکام سیویک کاربراتور 16 سواب باشه، هم پژوازه با چوب میزن تو. ولی کلن تعصب یه چیزی رو نکشید که وقتتون رو هدر بده، یعنی تعصب اصلا نداشته باشید کلن روی این چیزایی در مسئولت داخلی. حالا هر کی سلیقه شماست، ولی اینکه چرا اون موتور رو انتخاب میکنید یه سوالی که ما از شما ایکس یو سوارا میپرسیم. چرا ایکس یو 7؟ Why? اینو ما بدونیم چرا که چرا ایکس یو 7 رو انتخاب میکنید برای تیم کردن. منظورم ایکس یو 7 اینه که دارن تحویل میگیرن، تکمیل سوپاپ 8 سوپاپ با محفظه احتراقی خوشگل و بوشهای ول با واسه سیلند عسل و اصلا چرا ایکس یو 7 رو دوست دارید؟ این محبت کن اینو بگید، شاید ما بیتونیم در موردش بحث کنیم و برنامه براش درست کنیم. ها قشنگ میشه. چرا ایکس یو 7 برسیم به 2000 تا سابسکرایبر میگیم ما برنامه میسازیم در مورد ایکس یو 7. فقط یه تشتم باید بزنیم وسط اینجا. آقا همین الان دارم اعلام میکنم به 2000 تا سابسکرایبر که رسید پیج کانال یوتیوبمون، ما یه برنامه درست میکنیم صرفا برای ایکس یو 7. خب جایزه قشنگ تر از این نبود به ملت بدیم؟ ایکس یو 7 با سوارا، ایکس یو سوارا همه رفیقاتون جمع کنیم بیان سابسکرایب کنن، به 2000 تا برسیم ما میریم تو کارش. قول میدیم کمتر تعریف نکنیم. نه اینجا گفتم که چند نفر ایکس یو بازم بیاریم با هم مناظره. ایشالله تا موقع یادتون رفته باشیم من این حرف رو زدم. نصف نکنیم. خب قطعا دو تا سبک جدان، اگه BMW بازین بهتون بگم تویوتا جمع کنین با چوب میزنین، اگه تویوتا بازین بهتون بگم ای سی جمع کنین با چوب میزنین. ولی قطعا ای سی هم نظر پرفورمنسی کجا و کلیسیدا کجا، ای سی خیلی منطقی تره. میشه یه اول فاس صدای کارمای تویوتا بود باید کارمای تویوتا از این داره، باید مثلا یارو بخواد فاس تمام نام بگیره کلیسیدا رو. آره خب ولی ای سی سبکتر بهتره. تو جیزت میکنین توی کرسیدا ایسی تونم، حتی با اینکه مخالفم میتونین تو جیزت کنین و خیلی اکنه. اینجا که میرسه من مخالفم آم. از تویوتا ما این من مخالفم اینجا که میرسه تویوتا ما این میذاری ایسی تونو یه اس 14 اصل نسل 2 یا 3 بکنین بعد به مهمدی های بی 16 بین تست کنین. سوال بعدی، باز اشاره میکنم که مثل اون موتور های سیلنده که زاویهش رو پرسیدین، اینا هم در فیلم های آموزشی و مهمتر از همه اینا در کلاس های آموزشی در آینده منتظرش باشید. دقیقا تو این سوال ها یه جای جاش قطعا تو کلاس ما سعی میکنیم هر این مطمئن باشید اونجا کاملا جواب بهتون داده میشه. من برش زدن من نفهمیدم یعنی کجاشو میگید برش بزنید، ولی در مورد سوزن نارنجی اگر اصلا نیازی ندارید کلا، ولی شما اگر سوزن یه ماشین سوزن انجکتور یه ماشین رو تعویض کنید حتما باید ببریدش داینو تیون بشه ماشینتون، یعنی داینو تیون بشه ماشینتون. چرا که اون میزان پاشش انجکتور وقتی تغییر میکنه ای سی یو فرمانی داره میده به انجکتور. حالا شما فرض کن انجکتور مثلا 30% بزرگتر شده، قطعا سوخت بیشتری داره میپاشه دیگه، دیوتی سایکل متوازی همه چی به هم میریزه، همه چی به هم. و اصلا توی استیج های پایین نیاز به تغییر سوزن انجکتور ندارین، همون 115 20 سی سی مشکی هم کافی تو نگاز مشکی روش به توصیه تیونر خواستین عوض بکن. موین پرسیده بود
ویتک کیلر رو تو قسمت قبلی بود صحبت کردیم اون ویتک. آره دیگه ویتک صحبت کردیم. آره اون که ویتک صحبت کردیم اون سه تا لوبی که اگه یادتون باشه ویدیوش هم گذاشتم، شما فرض کنید اون سه تا لوب رو کلا حذف می‌کنید، یه دونه لوب می‌ذارید و اون پایینم کلا سیستم ویتک رو با پین یا با هر مکانیزم دیگه که شرکت‌های متفاوت ممکنه بدن جاش میذارید و کلن ماشین با یک لوب کار میکنه و ویتک اصلا دیگه کار نمیکنه. کلن لوب دور بالاتون دیگه اینگیجه فقط ویتک دائمی سوکت سولنوید ویتک رو شما میکشی و ماشین کلن توی دوره شیفت نداره. اینه ماشین معمولی میشه در واقع، انگار همش ویتک ماشین کلن در واقع اینجوری کار میکنه. و چرا اصلا استفاده میکنن؟ توی استیجای بالا به این دلیل که در واقع دیگه ما فقط میخواییم روی لوب دوم یا استیج دوم میل سواب باشیم، میایم کیلرش میکنیم. یه جایی هم کلن دیگه میل سواب که عوض میشه اصلا کلن بدون ویتک هستش. یه موقعی هم ما مکانیزم ترین در واقع باز و بست میل سواب همون انقدر لیفتمون میره بالا که دیگه اصلا باید کیلر استفاده بکنیم، چون لوب پایینمون اصلا انگار انگیج نیست و ما دیگه اون لیفتی رو نداریم که بخواد درگیر باشه. ساده ترین کار اینه که خیلی موقع شما خودتون میتونید درست کنید دیگه، همون پینی که مقداد گفت و شرکت ها تولید میکنن و کیلر میشه و اصلا منجر به قتل استیج اول ویتک میشه. کلن سبکتر میشه و مجموع ورف ترینتون یه تپت کمتر میشه کلن از هر سیلند دو تپت در واقع هوای دود و چهار تا بادومک کمتر میشه از هر سیلند، خودش منجر به سبک شدن میشه و کلن مکانیزمش هم مال خود هوندا رولر نیست، اینا یعنی رول برینگ نیست، رولر میشه که استکاک کمتر میشه و سبکتر میشه. شما هر چقدر همه این ادوات دواره که توی موتور چهار سیلند پیستونی توی موتور پیستونی وجود داره رو کم کنید و سبکتر کنید، نه که فقط صرفا کم کنید که سبکترش کنید، باعث میشه که موتور راحتتر دور بخوره، توان بیشتر داشته باشید. برای همینه که موتور روتاری همیشه پیشرو بوده توی زمینه موتور چهار زمانه. احسنت. و اینکه امیدواریم یه موتور روتاری دوباره برگرده. ایشالله. احسنت. آره قطعا تأثیر داره دیگه. قطعا تأثیر خیلی خوبی داره. یه نکته ای هم که حالا کلن هست بگیم که قالب ماشین ها چه داخلی چه خیلی از خارجی ها سایز اگزوزشون همه ریستریکته به خاطر مزدیت هایی که رو امویاش هست و هزار جور قانون و استاندارد دیگه، پس کلی تأثیر داره. تأثیر داره. ما ایرانی هست. ما ایرانی هست. ما ایرانی هستیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. دمتون گرم که سابسکرایب کردین ما رو. لایک کنید اگر خوشتون اومد. این لایک کردن باعث میشه ما بتونیم به افرادی بیشتری برسه این ویدیو و ببینن. و اگر واقعا خوشتون اومد از این ویدیو لایک کنید. حالا اگر از 50% بیشتر هم خوشتون اومد دندرا لایک کنید دیگه. دمتون گرم. اگر تا الان سابسکرایب کردید که دمتون گرم، ولی اگر تا اینجا ویدیو دیدید و هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، و اگر سابسکرایب کردینم تو کامنت چی بنویسید؟ یه دونه هشتگ احسن با سه سنخته. من مقدار قشنگ دارم سه سنخته احسن با سادم جالب. نه دیگه نه سه سنخته ما قبول داریم. اگر ایده ای دارین برای ویدیوهای کلا متفاوت و هر ویدیوی دیگه ای بگید، ما ایده رو سعی میکنم عملی کنیم و از شما تشکر میکنم قطعا اول اون ویدیو و منشنتون میکنیم که بقیه هم بدونن که با چه شخص خلاقی ما داریم. دمتون گرم. تو سوالی نداری؟ خداحافظ. عزم. بازم سوالاتون رو بپرسین زیر همین ویدیو کامنت کنید. فعلا درست میشه. سابسکرایب یوتیوب بازم یادتون نره. درست میشه. درست میشه. احسن. هشتگ درست میشه. هشتگ احسن. خیلی چیزام درست شده. احسن. خداحافظ.